فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان کشته شد به نقل از بخش فارسی بی بی سی جبهه مقاومت ملی افغانستان خبر داد که فهیم دشتی سخنگوی این جبهه و جنرال عبدالحدود خواهرزاده احمد شاه مسعود در درگیری در ولایت پنجشیر کشته شدهاند فهیم دشتی روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی و مشاور رسانه‌ای و مدت هم رئیس اتحادیه خبرنگاران افغانستان بود و به احمد مسعود بسیار نزدیک بود. هنوز چگونگی وقوع حادثه که منجر به کشته شدن آقای دشتی و جنرال عدود شده مشخص نیست. احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود در اینستاگرام نوشت که فهیم دشتی در حمله به احمد مسعود چشمش آسیب دید و در حمله دیگر به پنشیر جانش را از دست داد. فهیم دشتی در جریان حمله دو معاجم انتحاری احمد شاه مسعود در سال 2001 زخمی شده بود. احمد شا مسعود این فلم برداری یک مصاحبه با مهاجمان که خود را به عنوان خبرنگار به او نزدیک کرده بودند کشته شد. در ای پنچیر یکی از دو محله است که گروه طالبان پس از تصرف افغانستان در آن با مقاومت روبرو شدند و در آن بین نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان درگیری ها در جریان است. آقای دشتی پنجشنبه گذشته در مصاحبه با برنامه صفحه دوی بی بی سی فارسی حملات طالبان به اطراف پنشه را سنگین ولی بی نتیجه توصیف کرده بود. در این میان گزارش درباره تشدید حملات طالبان علیه مواضع جبهه مقاومت ملی در دره پنچیر منتشر شده است. بعضی از گزارش از حملات اوایی شدید علیه موازه جبهه ملی مقاومت حکایت دارد. علی میسم نظری از سخنگویان این جبهه حملات یک شب به پنچیر را نسل توصیف کرده است. نصیر اندیشه سفیر افغانستان در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو هم در پیام در توییتره هلیکوپترهای نظامی پاکستان را به شرکت داشتن در این حملات متهم کرده است احمد مسعود میگوید طالبان از پنچیر و اندراب بیرون شوند آتش بس میکنیم از سوی دیگر با ادامه حملات نیروهای طالبان برای تصرف پنچیر در شمال کابل جبهه مقاومت ملی گفت درخواست شورای علمای افغانستان برای قطع فوری جنگ را میپذیرد در صورت که طالبان هم به عملات و تحرکات نظامی خود پایان دهند شورای علمای دینی افغانستان امروز در نشست جنگ در پنشی را نادرست خوانده و گفتند که این جنگ بنیاد شرعی ندارد. آنها خواستار توقف جنگ از دو طرف شدند. در بیانیه که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در صفحه رسمی فیسبوک خود منتشر کرده، آمده که از اکثر موارد قطنامه شورای علما استقبال می کند و از فراخان علمای دینی کاملا حمایت می کند و امیدوار است که گروه طالبان این مطالبه اسلامی و بشر دوستانه را جدی گرفته و عملی نماید. اعلامیه افزوده هیچ دلیل شرعی انسانی و یا منطقی وجود ندارد گروه طالبان که ادعای مجاهدت به خاطر استقرار نظام اسلامی را دارد بالای پنچیر اندراب پروان کاپیسا و یا مناطق دیگر از کشور که در آنجا اعلای کلمت الله جاری می باشد و مردم در اجرای و مردم در اجرای فرایز و مناسک و شون دینی خود قایم و دائما تعرض نماید جبه مقامت ملی گفته که مطمئن است در مورد نظام آینده می تواند با گروه طالبان از رای گفتگوی مسالمت آمیز و تفاهمات برسد. گروه طالبان قبل از این گفته بودند که گفتگوها به دلیل بینتیجه بودن با این جبهه متوقف شد.